چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شبی سوزد، شب دیگر نمی سوزد. سلام و درود خدمت دو آسمانی های عزیزم، طاعات و عباداتتون قبول حق باشه. در مورد ظلم ظالم و حسادت حسودان خیلی سوال داشتیم و همه به نوعی با این موضوعات در زندگی مواجه شدیم. حالا من میخوام دو تا از مجربترین راه های قرآنی برای برگردوندن ظلم به ظالم رو براتون بگم. اولین راه مجرب اینه که آیه 147 سوره آل عمران رو بنویسین و همیشه همراه خودتون داشته باشید و همچنین میتونین بعد از هر نماز زمزمه کنین. انشالله که ظلم ظالم و حسادت حسودان با اراده و خواست خداوند به خودشون برگرد. دومین راه که در این رابطه میخوام بگم سوره یه که شر دشمنان رو از خواننده آن دفع میکنه. این سوره سوره فیل. همچنین امام صادق نیز میفرمایند خواندن سوره فیل در مواجهه با دشمن نتیجه بخشه. حالا راهی که براتون میخوام بگم از کتاب حیات الحیوان آمده است. هرگاه انسان بر کسی که از شرش میترسد وارد شود، کلمات کاف، ها، یا، عین، صاد، ها، میم، عین، سین، قاف را که 10 حرف از بگوید و به ازای هر حرف که بر زبان می آورد 1 انگشت از انگشتانش را ببندد، از شست دست راست آغاز کند و به شست دست چپ پایان برد. وقتی به دینجا رسید سوره فیل را در دلش بخواند و وقتی به کلمه ترمیهم رسید 10 بار آن را تکرار کند و در هر بار تکرار یکی از انگشتانش را که بسته شده را باز نماید. این دستور تجربه شده است. امیدوارم که هیچ وقت دشمن و ظلمی نبینید و همیشه در سایه رحمت خداوند به سر ببرید.